ملا حسین قلی همدانی اعلی الله مقامه الشریف تو کربلا تو صحن اونجا که منبر میذارن اونجا قبره ایشون. داره از تو حرم میاد بیرون، یه وقتی لاتی که معروف بوده به نام عبد فرار، عبد فراری، عربا میگن عبد فرار، عبد فراری هم داره میاد. آدم شروری بوده، وقتی میومده مردم از ترسش را رو براش باز میکردن، اینقدر شرور بوده. اومدش رسید مقابل ملا حسین قلی. ملا حسین قلی سرش پایین بود، داشت ذکر میگفت، یه نعره ای زد و چرا را رو برای من باز نمی کنی؟ چرا از سر را من نمیری کنار؟ سرشو گرفت بالا، گفت اولا را که بسته نیست، خب از این ور برو. در ثانی من تو رو ندیدم، تو که منو دیدی، خب تو برو اون ور. گفت انگار نمیدونی به من چی میگن، اسم منو نمیدونی؟ گفت اسم تو چیه؟ گفت به من میگن عبد فرار. گفت عبد فرار ممن فرد؟ تو میگن عبد فرار، عبد فراری، از کی فرار میکنی؟ ممن فررت؟ از کی؟ امن الله، امن رسوله، امن امیر المؤمنین، امن فاطمه الزهرا، امن حسن، امن حسین، ممن فررت؟ از کی داری فرار میکنی؟ گفتم که الف گفت، دگر گفت که هیچ، در خانه اگر کس است یک حرف. رفت. دو سه روزی گذشت، دیدم ملا حسین قلی عبا رو انداخ رو دوشش، گفت بلند شید بریم، بلند شید بریم تشییع جنازه یکی از اولیاء خدا. کوچه و پس کوچه رفتن تا رسید در خونه ملا حسین، در خونه عبد فراری. در رو که باز کردن، زن و بچهش اومدن، گفتن آقا اومدید، خیلی منتظرتون بود. ملا حسین قلی، مردم با تعجب، عبد فراری شرور، لات. ملا حسین قلی وایساد، قصدش دادن، کفنش کردن، نماز خون، تشییش کردن، دفنش کردن و رفت. مردم اومدن در خونه عبد فراری، به زن و بچهش گفتن بابا ما که میدونیم این کی بود، چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ زن و بچهش گفتن بالا یه روز میومد خونه عرق خورده بود و مست، یه روز میومد خونه سر تا پا خاکی خونالود، میفهمیدیم کتککاری کرده. اما دو سه روزه وقتی اومد خونه، رفت تو سرداب، در رو خودش بست، از پنجره نگاه میکردیم، دیدیم هی سر به دیوار میزنه، میگه عبد فرار ممن فررت؟ از کی فرار میکنی؟ امن الله، امن رسوله، امن امیر المؤمنی. شما میگید خدایا ما امشب به تو فرار کردیم، خدایا اومدیم تو دامن تو، خدای تحویلمون بدیم.